من تعجب می کنم از مراجعی که در این زمینه‌ها قلم رو کاغذ میارن چطور متوجه این خطای بزرگ خودشون نیستن. چه حق دارد یک مرجع در زمینه مسائل اعتقادی جواب استفتا بنویسه؟ کی این حقو به او داده؟ انتقاد کنید رفقا از مراجع. کی گفته است از مراجع انتقاد نکنید؟ از او بپرسید کی به تو حق داده است درباره مسئله اعتقادی جواب استفتا می‌نویسی؟ اگر استفتای از تو درباره مسئله اعتقادی صحیح است، عمل تمام مسیحیان که پیرو پاپند درسته. همون اعتقادی که این مسلمان شیعه نسبت به تو داره، اون مسیح نسبت به پاپ داره. تو اونجا میگی به او بگو در مسائل عقیدتی پیروی از بزرگان و سران و رهبران معنی ندارد. میگی این از فرمول قرآن. پس چرا ضد این فرمول خودت عمل میکنی؟ و شما این بیراه را نرید. این انحراف از توحید اسلام. قرآن این مراجعه منحرف حتی به علما را ضد توحید میشماره. میگه ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. در آیه دیگر داره اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح عیسی ابن مریم. هم شیعه هم سنی روایت کردن. میگه عدی ابن حاتم یا یکی دیگه از این مسیحی‌هایی که به اسلام آمده بود، میگه پیش پیغمبر آمد بعد از نزول اون آیه دوم، اتخذوا احبارهم و رهبانهم. پس کرد یا رسول الله، ما خودمون تو خودمون هستیم، ما این پاک ها و احبار و رهبان و قدیسینه بونو نمیپرستیم، ما در برابر ما سجده نمی کنیم. فرمود نه والله اونها برای اینان نماز نمی خوندن، روزه نمی گرفتن، ولیکن چشم و گوش بسته اونها را اطاعت می کردن و اونها حلال خدا را حرام می کردن بدون سند و اینها گوش می کردن. حرام خدا را حلال می کردن بدون سند و اینها تسلیم حرف اونها می شدن. تسلیم حرف اونها بی حساب.